تا چهار ماه گذشته تقریبا 7.5 میلیون نفر در مسجد الحرام حج عمره به جای آورده و نماز اقامه کردند به گزارش شیعه و افز به نقل از خبرگزاره های سعودی نهاد حکومتی در این کشور موسوم به خادم الحرمین شریفین اعلام کرد که یک میلیون و هزار نفر در مسجد الحرام مناسک عمره به جای آورده و پنج میلیون و پانصد هزار نفر در این مسجد نماز خواندند. اسام الحجیلی مدیر اداره کل اجتماعات و اعظام در ریاست امور حرمین شریف این گفت این نهاد, این نهاد، تمام انرژی خود را صرف خدمت به زائران و فراهم کردن یک محیط امن و سالم از نظر بهداشتی برای آنها کرده است. به افزود، هنگام بازگشت زائران عمره به صورت مرحله‌ای اقدامات احتیاطی بهداشتی برقرار و خطوطی در نظر گرفته شده تا زائران و نمازگزاران بتوانند فاصله اجتماعی توصیه شده را حفظ کنند. الحجیری همچنین گفت: هنگامی که مرحله سوم در روز اول نوامبر آغاز شد، خطوطی اضافه در نزدیکی کعبه ایجاد گشت تا افراد مسن و افراد معلول از آن استفاده کنند. طول اولین خط از این خطوط 155 متر است. که می تواند 45 صندلی چرخدار را در خود جای دهد و تواف کردن در آن بین 10 تا 15 دقیقه طول می کشد مسیر دوم که نزدیکترین ترین خط به کعبه است 145 متر طول دارد که میتواند تواند 50 نفر را در خود جای دهد و برای افراد مسن نیست که نیازی به صندلی چرخدار ندارند این در حالی است که حرم اهل بیت علیهم السلام در برخی شهرهای ایران با شیوع کرونا بسته شد و مسئولین در عوض در نظر گرفتن تمهیدات لازم به بستن حرمهای های متحر اقدام کردند به تازگی صحنهای حرمهای اهل بیت علیهم السلام در این کشور بازگشایی شده اما همچنان زریح متحر در دسترس زائران قرار ندارد